بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یار قریب تو منم یا علی، وقف تو شد جان و تنم یا علی. حیف که از بحر دفاعت دگر جان نبود در بدنم یا علی. با همه دردم عوض آه آه، نام تو گشته سخنم یا علی. قربت تو فاطمه را میکشد، قربت تو فاطمه را میکشد، ای تو غریب وطنم یا علی. تا که غریبانه روم زیر خاک، در دل شب کن کفنم یا علی. با همه دردم ز خدا خواستم، پیش تو پرپر نزنم یا علی. من به تو می گریم و تو گریه کن، بحر حسین و حسنم یا علی. بازوی خیبر شکنت بسته شد، دست تو امروز منم یا علی. بس که غریبم به تن خستم، گریه کند پیرهنم یا علی. سلام و عرض ادب و مهربانی دارم خدمت شما دوستان گرامیان، همه شمایی که در هر کجای این کره خاکی که هستید بیننده شبکه جهانی آقا امام حسین علیه السلام هستید و در سفره عشق ما شرکت کردید. اینجا سفره برپاست از غم، از عزا، از دلدادگی. امیدوارم که شما هم در این لحظات در کنار این سفره بنشینید. همانطور که در شبهای گذشته خدمت شما بزرگواران و عزیزان و مهربانان گفتم، بنده مهمان بودم و استاد حسن موسوی عزیز میزبان این جمع و این بزم و این سفره بودن و امشب در خدمت این مرد بزرگوار، این سید جلیل القدر و عزیز هستیم و من زیاد حرف نمیزنم، خدا آقا سید شروع بکنن به صحبت کردن و قربونتون برم. خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، اجرک الله خیرا یا مولای یا صاحب الزمان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، عزاداران صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله هر کجا هستید در پناه حضرت حق باشید، با گریتون، با عرض ارادتتون و با عشقتون به یگانه دخت پیغمبر بتونیم ثابت کنیم که ما جزء موالیان و محبین حضرت صدیقه طاهره هستیم و انشاءالله عشق ما، ناله ما، سوز ما مؤثر در فرج حضرت حجت ابن الحسن العسکری باشه. بله. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. اونجا از قرار کنارم میبینم. بله. شما هم که عزیز دلم هستم. قربونتون برم. این چند شبی هم در خدمت حاج اصغر آقای عزیز و نازنین و مهربان بودیم و ببخشید من دیگه در مقابل شما و شما حقیقتاً کلامم ناقص است. حاج آقای فتاحی بفرمایید. دست شما درد نکنه. السلام علیکم یا صاحب الزمان. سلام و درود بر همه شما بزرگواران در هر کجای کره خاکی، با یه قاب شیشه شبکه زیانی امام حسین، حسینیه امام حسین در کربلا نشستید. امشب شب شهادت از دست صدیقه طاهره سلام الله علیها. ما هم از کنار مرقد مطهر و شریف حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه و در کنار دوستان بزرگوار و عزیز جناب واسد حسن آقای موسوی و جناب آقای مسائلی که این چند شب رو خدایش لذت بردیم. من اول فکر میکردم واسد حسن آقا که شرف و حضور ندارن در مجلس حضرت صدیقه طاهره من میمونم، ولی دیدم نه، آقای مسائلی الحمدلله با گریاش من رو تشویق میکنن، مشوق من بودن. آسد حسن آقا هم که الحمدلله دیگه
همه چیز براش کامله، همم بل اتفاق این رو قبول دارن، همیشه مداح، هم سخنرانه، هم مجریه. آقای مسائلی رو تو این دو سه شب من اذیت کردم خداییش، امشب ایشون میخواستن تشریف نیارن، به اصرار آسد حسن آقا، اصرار خودم و بر وسیله شبکه بزرگواری کردن، باز تشریف بردن. افتخاری در خدمت شما بودن. مجلس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، هر کجای عالم هستید ما دعاگوی شما هستیم. من بارها عرض کردم بچه های شبکه مشرف میشن تو حرم های شریف به نیابت از طرف شما بینندگان، یعنی گاهن هنوز کسی هست که پیام میده که من هنوز نتونستم مشرف بشم کربلا، ما به نیابت مشرف میشیم و ارباب کرم اهل بیت علیهم السلام هستن، قطعا پای شما آمین میسن، گرچه انشالله به حق حضرت سید الشهدا سلام الله علیه قسمت روزی و نصیب همه تون بشه، بارها مکرر مشرف بشید حرمین شریفین رو انشالله. حالا امشب شب شهادت، خیلی من نمیخوام وقت بگیرم، فقط با اجازه آقای مسائلی عزیز آسد حسن آقا سلام بر حضرت سید الشهدا رو شروع کنن، بعد هر جور امر بفرمان من در خدمتتون هستم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. قطعا خیلی از بینندگان دلشون میخواست توی این لحظه کربلا بودن و اینجا هم به حضرت سید الشهدا علیه السلام سر سلامتی میدادن و هم عرض تسلیت و تعزیت. بارها و بارها منظر اساتید درسام رو پس بدم، گفته شده که بعد منزل نبود در سفر روحانی. شما هر کجای دنیا و این کره خاکی که باشید کافیه که دلتون اینجا باشه، این تو کربلا باشه یا در مدینه باشه. تصور کنید الان هزاران هزار چراغ و نور در کربلای معلا داره میسوزه و روشنه و خوب زیبایی خاص و روحانیت قشنگی داده، در عینی که دلها محزونه به خاطر شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. ولی مقدمتا عرض میکنم تصور کنیم امروز سوم از ماه جمادی الثانیه، ماه خیلی بزرگ نیست در آسمان و نور زیادی هم نداره، یه آقای مظلوم و غریبی بنابر روایات لیف خرمایی رو روشن میخواد بکنه، یا غریبانه از مسجد تا منزل همینجوری زندگیش به خاطر رفتن فاطمهش تاریک شده. الان تو دل این تاریکی ها چه حالی داره؟ خودتو برسون به اون فضا و دست روی سینه بگذار و سلام بده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. سرد سلامة آغا، السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب
رخصه، اون طرف بین الحرمینم یه گنبد و گل دسته، دل بیننده رو جذب خودش میکنه. السلام علیکم یا ساقی العطاشا یا ابا الفضل العباس یا قمر الاشیر. حضرت عایف تایی به من اجازه میدیدم شب کبوتر دلمونو همین اول برنامه، گفت مرغ دل یک باب دارد دو هوا، گه مدینه میرود گه کربلا، بریم مدینه. السلام علیک یا مولاتی یا بنت رسول الله. السلام علیک یا ام الحزن. السلام علیک یا مولاتی یا زوجت ولی الله یا فاطمه الزهرا یا سیدت نساء العالمین یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتا اشفعی لنا عند الله. ای تمام آفرینش در غمت بی مقدمه شروع کردم، جای همه دوستان خالی، به ویژه جای علی آقا پاکدامن باید امشب اینجا می بود که ما خودمون می کشتیم. ای تمام آفرینش در غمت، جان به قربان تو با عمر کمت. ای تکلم کرده با روح الامین، دختر تجریدی زیتون و تین، دختر رود تجری در مسیل، دختر آواز بال جبرئیل، ای زنامت گل
چمن آرا شده، هاجر از رخسار تو سارا شده. بی بی جانم ای پر از هیهات ای در خشم تو، لیلت القدر علی در چشم تو، ای کبود آسمان ها دیت، آبهای آسمان مهریت، شبستان هر آینه شیر سرخ کربلا از سینه، ای گل از اشک خونین تر شده، وی به 18 سالگی پر پر شده. اسما فرمود بعد از واقعی که پشت در اتفاق افتاد، دیگه خیلی نمیدیدم خانم بچه ها رو بغل کنه، مخصوصا دوتایی روزانو بنشونه دخترها رو، اما امروز دیدم برخواسته، آخ لباس داره میشود. بچه ها نمیدونن قرار چه بلایی سرشون بیاد. گفتم خیلی عجیبه، خدای عاطفه فاطمه نمیخواد موقعی که داره جون میده یتیماش باشن تو خونه و این صحنه رو ببینن، لذا اصلا این رو فرستاد مسجد، فرمود برین پیش باباتون علی. دخترای کوچکش رو، زینب و گلزوم رو، فرمود برین ام حبیبه بیماره، دیدن ام حبیبه. گفت تنهایی شد خانم، رفت تو اتاق، فرمود اسما بیام حالا حرف دارم با تو. حرفاشو یه مقدار خیر ببین آی سازگار، امشب از آی سازگار بخونم، گرچه گذشته از این شعری مدت ولی بسیار زیباست. امشب به نخل آرزویم برگ پیداست، بر چهره زردم نشان مرگ پیدا. امشب مرا در بستر خود واگذاری، بیمار بیت وحی را تنها گذاری، دوران اجرم رو به اتمام است، امشب خورشید عمرم بر لب بام است. امشب خجلت زده از روی فرزندان خویشم، اسمام تو تنها وقت رفتن باش پیشم، بیرون برید از خانه زینب را که هاشام، مادر دهد جان و کند دختر تماشام،
اسما بیا بنشین کنار بستر من، کن مادری امشب به جای مادر من. دیدی چه حالی در نمازم بود اسما، این آخرین راز و نیازم بود اسما. آخر نگاه خیش را سویم بیفکن، میخوابم اینک برده بر رویم بیفکن. بنشین کنار این ناله از دل در خفازن، بانوی خود را ساعتی دیگر صدازن. خیر ببینه این روایت رو شعرش کرده. بنشین کنار این ناله از دل در خفازن، بانوی خود را ساعتی دیگر صدا زن. دیدی اگر خاموش به بستر خفتم من، راحت شدم پیش پیمبر رفتم من. اسما آیم چون طفلان معصومم به خانه، پرسند از مادر خبر داری تو یا نه. دیدند اگر خاموش و بیتاب است مادر، آسته با نابگو خواب است مادر. نگذار ساعت ها مرا در بر بگیرند، نگذار آنها هم کنار من بمیرن. اسما بگو با زینب آزاده من، برچید نگذارد شود سجاده من. نمیدونم آسد حسن آقا آی مسالی، نمیدونم کی خبر رو برد مسجد برای علی. اما قبل از امیر المومنین بچه آدمیدم تو خونه. اسما مادر ما کجاست؟ اسما میگه جلو آزاده ها رو گرفتم، گفتم بیاین براتون غذا آماده کردم، غذا رو میشه جانتون کنین بعد برین دیدن مادر. فرمودن اسما کی دیدی ما بی مادر سر زمه بگیری؟ تازه تو خیال میکنی ما خبر نداری، کنار قبر جدمون خاتم الانبیا بودیم. منادی خبر داد بین زمین و آسمان، راه باز کنید یتیمای فاطمه دارن میان. یا زهرا یا زهرا،
چی شده؟ چه خبر بوده خونه علی امشب؟ من با همین سه بیت برم جلو آسد حسن آقا ادامه بدن، بعد دوباره امشب روزه بخونیم برای فاطمه. یا علی، بچه های فاطمه هر کجای عالم هستید امشب برای مادر گریه کنید، شب آخر عمر فاطمه. عزیزانم که تو کربلایید، حسین داره بی مادر میشه. ای جان من، بسوز که جانانه میرمم، آن آشنا از آتش بیگانه میرمد، باد صبا بیام پریشانیش ببین، بر موی زینبش نزده شانه میرمد. آسد حسن آقا، آی مسائلی، عزیزانم که حضور دارین اینجا، فاطمیه اول شهادت قبلی تو بیت حضرت آیت الله عظما آسد صادق شیرازی بودم، این یه بیت رو که خوندم دیدم این مرد بزرگ چقدر بیتاب شد. میدونه چی کشیدن بچه های فاطمه در خیزه حسین عزیزم، برخیزه حسین عزیزم که مادرت با پهلوی شکست از این خانه میرود. با پهلوی شکسته از این خانه می رود، نشسته عجیبه بود، بچه ها خودشون رو رسوندن مسجد. ای وا، یه وقتی امیرالمومنین رنگروی بچه‌ها رو که دید زبونم بریده با آجی. همه یه روایاتی که به ما رسیده درست و متقنه، اما آرزوی من بچه سید اینه این یه تیکه تاریخ غلط باشه. آخه نوشتن تا رنگروی حسن و حسین و دید علی، این مرد خیبر شکن یه وقت با صورت بزن. ای وای من آوازی اونایی که مدینه رفتن میدونن رای از مسجد تا خونه فاطمه نیست، اما خدا گواه علی چند بار زمین خورده. آمد کنار بستر، حالا ببین چی میگه علی ها. لرزه نشستست به دست دعای تو، شد سر به زیر پیش همه مرتضای تو. ای وای ای وای، خانومم حال تو، وای وای وای، ببین علی چی داره میگه. کی میتونه دستای علی رو ببنده؟ علی مرده. حال تو بس دست مرا آن تناب نه، حالم گرفته از حال و هوای تو. خانومم پاشو یه بار دیگه بگو علی، زهرای من
در این سماه زینب مان آب رفته. اهل لطافت، اهل ظرافت، این بیت میسوزونه. در این سماه زینب مان آب رفته است، از بس گرفته روزه برای شفای تو. ای زهرا، نمیرم برای حالا ببین چی میگه علی دیگه اینجا. گفتم به خاطر من پشت در من چه گفتم نرو زهرا، گفتم به خاطر من پشت در شکست قلب من و دنده های تو. مولا جان، مولا جان، بمیرم برادم. بجدن هر چه صدا زد جوابی ندار، اجزدا زد یا بنت رسول الله، دید فاطمش جواب نمیده. یا ام الحسن جواب نمیده، روزه استحصال خورده نگیری، عالم بدون نام علی مرده زنده میکنه. یه وقت فرمود فاطمه جان منم علی، تا گفت منم علی دست شکسته تکون کن. همین ختم کلام منو تقدیم کنم عزیز دلم استادم، ببخشن منو. یه وقتی داره با دست شکسته اشکای علی رو میگیره، چه میکنی زهرا جان خون به دلم نکن، تو با این دست زورکی قنوت میگیری، چرا اینجوری میکنی منو آتیش میزنی؟ عرض داشت علی جان از بابام شنیدم گریه و عشق مظلوم دوای درده، نگاه میکنم مظلوم تر از تو ندارم. ای وای آقا، یه بیت دیگه منو بسا از این غزل. بانوی من، بانوی من، جوانی من، زندگی من. آها، این با این نوا بخونم همه لذت میبرن، این آذری زبون آتیش میزنن. بانوی من، جوانی من، زندگی من، از خانه ام نرو که افتم به پای تو. ای زهرا، افتم به پای تو، بمیرم برات. پهلویم شکسته و تو دل شکسته ای، من پهلویم شکسته و تو دل شکسته ای، من گریه می کنم به تو و تو به من علی. خیر ببین آجانم، من سینه خورد گشته و من سینه خورد گشته تو سینه سوخته، بازوی خیبر جا
شکن علی علی اما علی جانم گفتم که شب کفن کنم شب دف کن ولی چیزی زمن نمونده چیزی زمن نمونده برای کفن علی چیزی زمن نمونده سارا کل خیال ای وای من ای وای من ما مجدبا نمید طرف مزد بابا چه رجزی بیا ما بیلنده ما بیلنده سد حسن آقا براتون فرمودن اما تو همین مسیر چند مرتبه امیر المؤمنین زمین خود با خودش میگه علی این خبر رو باور نکن وارد شد خواست بره تو حجره فاطمه اسما دوید آجون صبر کن فرمود اسما حالا چه وقت صبره فرمود صبر کن صبر کن عرض کرد صبر کن آجون فاطمه آخرین لحظه وصیت کرده من به من فرموده قبل از این که علی بیاد بالا سرم با علی صحبت کن چی گفته یا زهرا خدا شاهده دو سال اینو منو میسوزونه جیگرم رو آتیش زده عرض کرد آجون فاطمه به من فرمود رو همین صورتی که خوابیدم بخوابم نمیخواد علیش کبودی زورت رو ببینه آمد سبیب بر سر بیمار خود ولی فرصت گذشته بود و مداما اثر نکرد هرچی صدا زد فاطمه رو جواب نداد یه مرتبه و من علیم از نفس افتاده ای گرچه ولی من پسر عم تو هستم من علی چشا رو باز کرد فاطمه مجدد سلام کرد روح بر تن فاطمه اومد الله اکبر حرفایی زد با امیر المومنین فرمود علی جان دیگه باید برم علی جان خیلی قرآن خوندن تو رو دوست داشتم و دارم به امیر المومنین و سید حسن آقا آقای مسائلی عزیزانم از وقتی این روایت رو دیدم هر روز به نیت حضرت صدیقه طاهره صبح و شب سوره یاسین رو تلاوت می کنم فرمود علی جانم برام یاسین رو بخون اما بدون وقتی تمام بشه دیگه فاطمه هم تمام شده این دفعه دیگه سفرم آغاز شده گفتم علی داره یاسین میخونه اما دلش نمیاد تمام بشه هر آیه ای که میرسه داره تمام میشه زور جان علی در بیاد ای مسیحای علی اعجاز کن مشکل گشارا باز کن همسرت تنهاست تنها تر مکن خانه را قرآن بی کوثر مکن خیز این زورت سوی ساحل ببر یک نگه کن صد غمم از دل ببر
کنیز چشم دو عیسای خود بین اشریز خیز بر پا و نماز شب بخون بین حسن گوید برای تو ازان زینب از سجادت گسترده است بین حسین آب وضو آورده است بسیار بسیار لذت بردیم از خرقای عزیز جناب آقای موسوی عزیز سید بزرگوار انشالله که از این لحظات از این فضا و از این بزم و از این سفره انشالله حظ معنوی رو برده باشین در هر کجای این کره خاکی که هستین ما هم اینجا نایب و زیاره تک تک شما خوبان بودیم و هستیم کلامی اگر مانده است آسد حسن آقا آقای فتایی من اگر که فرصت نبود خدمت شما دوستان عرض بکنم که دیگه آقای آسد حسن عزیز هستند و بنده از خدمت شما بزرگواران مرخص خواهم شد قربونتون برم اگر درد دلم شمعی کند گوش کند در سوختن خود را فراموش خموشی هر چراغی دارم ما چراغ من شده بی وقت خاموش ای وای من ای وای من آزاد حسن آقا فرصت کمی داریم مطلب خاصی هست بفرمایید وگر نه از خدمت فقط میخواییم دعا بکنیم بفرمایید دعا بفرمایید نفست گرم بسم الله به حق بیبی دالم فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره عجل لولی کن فرج عجل لولی کن فرج عجل لولی کن فرج ما رو نسبت به حضرات معصومین فاطمه زهرا سلام الله علیها خاصه کم ارادت و کم تفاوت قرار مده عشقشون محبتشون ولایتشون در دل ما روز به روز بیشتر کن بغض و کینه و حقد ما نسبت به دشمنی دشمنان و معاندین اهل بیت رو بیشتر گردان از این مجلس همه گذشتگان بهره‌مند کن برادران مریضان و مصافیت بسیار بسیار خوشحال بودیم و هستیم که در خدمت شما خوبان و بزرگواران هستیم دعامون بفرمایید دعاتون میکنیم نایب و زیاره تک تک شما خوبان هستیم یا علی مدد